agreed on something, I can break it. But Dici Batia was there. Anyway, you know, governments change, but we are very happy that the airport is there. I would not have. من سوم بار هست که سفر کردم به ایران به عنوان کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان. همونطوری که در بحثم با جناب معاون وزیر داشتیم، همچنان ما قدردان مهمانپذیری ایرانیان هستیم که در 14-15 سال گذشته میلیون‌ها افغانی رو میزبانی کردن. و اینها ترجمه میشه در واقع وقتی که ایران میزبان این میلیون‌ها افغان‌ها بوده، ترجمه میشه به دسترسی اونها به خدمات بهداشتی، آموزش و سایر خدمات. من در حالی به این سفر اومدم که شرایط دشواری رو شاهد هستیم. از یک طرف همه‌گیری کرونا رو داریم که تاثیر بسیار زیادی بر بحث زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی داشته. از سمت دیگه، از سوی دیگه، ما یک تغییر سیاسی رو در افغانستان داشتیم که چالش‌های بیشتری رو و اضافه‌تری رو برای کشورهای همسایه و سایر کشورها به وجود آورده. و قطعاً ایران همچنان با مشکلات چالش‌هایی روبرو هست در صحنه بین‌المللی با در نظر گرفتن تحریم‌ها و سایر مدارک. من با جناب معاون به ویژه در خصوص مسئله افرادی که پس از اینکه دولت افغانستان سقوط کرد و الان مسئولین بالقوه‌ای پیدا کرده صحبت کردم. و جناب معاون به من توضیح داد که چطور با تحقیق و با ظرافت مدیریت کردند مسئله رو. من از دولت درخواست کردم، تقاضا کردم افغانستانی‌هایی که شرایط خاصی داشتن و به ایران اومدن، به ویژه در خطر بودن به لحاظ کاری، به لحاظ اینکه اقلیت محسوب می‌شدن در کشورشون، این روند ادامه پیدا کنه و ایران میزبانی خودش ادامه بده. In Iran, and I met some of them yesterday. I have also discussed with the General Mauven yesterday in Sistan va Balochistan az ta'sisati bazdid kardim ke mushtarakan va ham rosh kar karde budim. On our side, as samt ma ma darim in ro jalo mivarim ke Iran dar jamaye bein-al-milal niyazmand komak hay bishtari hast ta betone be mizbani khodesh va mehmantaziri khodesh edame bede. در چند ماه گذشته ما تونستیم تلاشمون رو بیشتر بکنیم و یه خورده کمک‌های بیشتری رو بسیج بکنیم در این راستا و ما این کار رو انجام میدیم که به جلو بریم. و در این حال این اطمینان رو به جناب معاون میدیم که ما تلاش‌ها و خدمتمون رو مضاعف می‌کنیم و فراتر از اون می‌ریم تا ثبات رو و وضعیت رو تثبیت بکنیم در افغانستان. و همچنان با صحبت‌هامون رو با طالبان ادامه خواهیم داد که سیاست‌ها و خطی‌نش‌هاشون به صورت ثبات‌گرایانه‌تر و
تصدیق گرایانی تر باشه. Just to conclude, در خاتمه سخنرانم بگم که من یک دیدار بسیار مفیدی رو با وزیر بهداشت داشتم. We spoke how to mobilize more assistance. با هم در مورد این صحبت کردیم که چطور میتونیم بسیج بکنیم همتهامون رو تا در زمینه کرونا مفیدتر باشیم، به ویژه در جاهایی که آبادگان افغانی حضور دارم. و فردا هم در راستای ادامه این بحث ها با وزیر کشور و وزیر امور خارجه صحبت کنم. I want to conclude by در خاتمه میخوام به طور رسمی و میخوام که ثبت بشه به طور رسمی مراتب تشکرم رو اعلام بکنم از جمهوری اسلامی ایران. در جلسه که امروز ما خدمت کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل داشتیم به چند نکته اشاره شد. اول اینکه حدود 4 میلیون نفر امروز میتونیم بگیم که اهم از آوارگان و اتباع غیر مجاز در کشور جمهوری اسلامی از افغانستان حضور دارند. در سال جاری هم حدوداً 500 هزار نفر باز در اثر تحولات افغانستان اضافه شد. خب تلاش زیادی شد که از مهاجرت‌های غیر ضروری جلوگیری بشه. همکاری بسیار زیادی در مرزها صورت گرفت. با مسئولین طالبان هماهنگی‌های زیادی صورت گرفت که از مهاجرت‌های غیر متعارف و گسترده جلوگیری بشه. ما در حال حاضر چند صد نفر که هنوز متقاعد نشدن که به افغانستان برگردن در اردوگاه های شرق کشور ما دارن نگهداری میشن. ولی این جمله رو تاکید کردیم که همه کمک های بین المللی کمتر از 5% هزینه هایی است که پناهندگان در کشور ما دارن. ما در حال حاضر بیش از 526 هزار دانش آموز افغانستانی در کشور داریم که در حال تحصیل هستند، که از این تعداد بیش از 180 هزار نفر بچه های افراد غیر مجاز هستند که در کشور ما در حال تحصیل هستند. بیش از 3 میلیون و 400 هزار دوز واکسن زده شده. ما در حوزه بهداشت و درمان و در حوزه بیماری کرونا هیچ تفاوتی بین ایرانیان و اتباع مجاز و غیر مجاز افغانی نداشتیم. هزینه هایی که بر این مسائل مترتب هست بسیار بالاتر از این حرف هست. کل آوارگانی که ما در ایران داریم کمتر از 3% در مهمان شهرها نگهداری میشن. اونم تحت حمایت و معاضدت هستن، تحت کمک های کمیساری عالی پناهندگان هستن. ولی بقیه پناهندگان و آوارگان مثل شهروندان ایرانی در داخل کشور دارن زندگی میکنن. همه این مطالب به هر حال روشن هست. بالای 51 هزار نفر ما الان دانشجوی خارجی داریم که عمدتاً افغانستانی هستن. در بحث کارهای مهارت‌های فنی حرفه‌ای تلاش‌های زیادی صورت گرفته. ما فقط امسال 17 هزار نفر سواد آموز داشتیم از افغانستان که تحت تعلیم قرار گرفتن. این در طول این 14 دهه مرتب تداوم داشته. این وضعیت کشور ماست و ما واقعیت این هستش که بخشی از هزینه های جامعه جهانی و مخصوصا اروپا رو داریم پرداخت میکنیم. ما ضمن تشکر از کمیساری ها ولی باید عرض بکنیم که این کمک ها در قبال هزینه هایی که وجود داره بسیار ناچیزه.